سلام، خدا وحید فرزان هستم. خب شروع میکنیم دوره کار با پایتون و اکسل رو. اولین چیزی که باید احتمالا تو ذهنتون پیش بیاد اینه که چرا باید پایتون و اکسل رو یاد بگیرم. از دو منظر میتونید شما با این سوال مواجه بشید. اگه شما برنامه نویس پایتونید، خب احتمالا کار با اکسل میتونه تلف کردن وقت با یه ابزار در واقع سطح پایین یا کم اهمیت تلقی بشه. اگه شما برنامه‌نویس نیستید و با اکسل کار میکنید، فضای این که پایتون و اکسل رو با هم ترکیب بخواید بکنید میتونه براتون خیلی پیچیده به نظر بیاد. من خیلی نمیتونم تو منطق این که چرا باید این کار انجام بدیم دلایل علمی براتون بیارم، ولی خب یه چیزایی میشه گفت. اونم اینه که عرض به حضورتون که به عنوان کاربر اکسل، محیطی که خود اکسل پیشنهاد میده، ما به عنوان برنامه‌نویسی وی بی ای توی اکسل است که خب زبان برنامه‌نویسی تقریبا منسوخ شده، یعنی گذاشتن زمان روش میتونه خیلی توجیه نداشته باشه. از طرف دیگه در واقع پایتون یه زبانیه که یکی از مدرن ترین و بروزترین زبان‌های دنیا در زمینه کار با داده هاست و اکسل ابزار بی نهایت قوی است برای گزارش سازی و همینطور البته پردازش اطلاعات. اینا اگه با هم ترکیب شه، شما میتونید تو پایتون هر کاری میخواین من جمله اتصال به محیط های بیرونی یا پردازش اطلاع داده ها انجام بدید، بعد میتونید توی اکسل اونها رو نمایش بدید. البته فقط این نیست، پایتون ویرایش کارهای فایل های اکسل رو هم به قدرت بسیار بسیار زیادی انجام میده. اگر به وبسایت python-excel مراجعه کنید، مجموعه ای از کتابخانه های نوشته شده در زبان پایتون برای کار با فایل های اکسل رو میتونید ببینید. احتمالا مهمترینش و معروفترینش OpenPyExcel که ما با این کتابخانه تو این دوره شروع میکنیم. البته کتابخانه های دیگه هم وجود داره. این معنیش اینه که ما باید پایتون رو روی سیستممون نصب کنید. اگه میدونید موضوع چیه که خب بحث جداگانه، اگه نمیدونید من بهتون عرض میکنم که باید برید پایتون رو دانلود کنید و نصب کنید. پروسه نصب خیلی ساده داره. پایتون 3 رو نصب میکنید به مجموع دلایلی که خارج از حوصله این دوره است. پایتون 3 دات آخرین ورژن که در زمان ضبط این ویدیو 3.9.5 هست، همونطور که ملاحظه میکنید، دانلود میکنید و نصب میکنید و عرض به حضور شما که همین. وقتی که پایتون رو نصب کردید، پایتون یه سری کتابخانه ها داره که جز استاندارد لایبرری ها خودش به همراه خودش داره، ولی خب ما خیلی اوقات توی همه زبان های برنامه نویسی لازمه که کتابخانه های دیگر رو هم به کدمون اضافه کنیم. یعنی چی؟ یعنی یه آدم یه کدی تو پایتون نوشته یا یه شرکت یا یه مجموعه، اونو میخوایم اضافه کنیم به کتابخانه های موجودمون تا بتونیم ازش استفاده کنیم. برای اینکه این کار رو بتونین انجام بدین، شما احتیاج دارید در واقع پیپ که معروف ترین در واقع پکیج منیجر پایتون هست رو دانلود کنید و نصب کنید. اگه سرچ کنید توی گوگل پیپ ویندوز، احتمالاً اولین لینکی که براتون میاره شما رو میاره به این صفحه و احتمالاً اگه تو این صفحه مراجعه کنید میبینید که اولین کاری که باید انجام بدید بعد از نصب پایتون که حتما انجام دادین اینه که شما بیاین و این فایل getpip.python رو دانلود کنید توی فولدری، بعد کامند پرامپت رو توی همون فولدر اجرا کنید. کامند پرامپت هم میدونید یعنی چی. شما برای اگه اینجا یه cmd بزنید برای شما میاره، عرض به حضور شما که خب من فهم کنم بله، کامند پرامپت رو اگه اینجا بزنید میاره برای شما پنجره کامند رو، بعد شما اینجا میتونید دستوراتون رو اجرا کنید. و اگه در اون محلی که اون رو دانلود کردید getpip.py رو اگه این سطر رو اجرا کنید python-get-pip.py، پیپ رو براتون نصب میکنه و راه حل فهمیدن این که پیپ نصب شده یا نه اینه که این کامند رو اجرا کنید. اگه بهتون جواب بده یعنی این که نصب شده. اینا مقدمات در واقع نصب پایتونه که مستقیما به این دوره ربط نداره.
اگه نمیدونید چیه میتونه براتون کمی گیج کننده باشه، ولی خب اگه به خطا برخورد کردید تو اینترنت نگرید حتما بهتون کمک میکنه. اصلا موضوعات پیچیده ای نیست، من چون اگه نمیدونید به خاطر اینکه من سریع گفتم ممکنه براتون مقدار پیچیده به نظر بیاد. البته من توی این دوره از پایتون به این شکلی که اینجا بهتون گفتم استفاده نکردم. من به دلایلی دوست نداشتم رو سیستمم پایتون نصب کنم، به مجموع دلایلی که اگه دیولوپر باشید بهتون حتما میدونید منظور من چیه. من از یه ابزاری استفاده کردم به اسم داکر، و داکر یه در واقع یه ابزار، خب توضیحش خیلی مفصله اصلا نمیخوایم واردش بشیم، یه چیزیه اگه نمیدونید چیه بذارید فعلا مثل بلک باکس بهش نگاه کنیم. یه ابزاریه که شما میتونید روی ویندوز نصب کنید، بعد همه محیط های توسعتون اونجا پیاده کنید. من اینو قبلا رو سیستم هم داشتم، اگه نمیدونید چیه میتونید برید توی اینستال داکر ویندوز دانلود کنید، اینستال کنید و الاخر. عرض به حضور شما که وقتی این کار رو انجام میدید داکر روی سیستمتون نصب آماده راه اندازی هر محیط توسعه است من جمله پایتون. خب مقدمه طولانی، بیایم توی این آدرس گیت‌هاب من هست که wahidfzm. اگر به اینجا مراجعه کنید یه ریپوزیتوری وجود داره به اسم Python and Excel Course Code که اگه به اینجا مراجعه کنید سورس همه کدهایی که توی این دوره من عرض به حضور شما که بهتون آموزش میدم وجود داره. یعنی الان اینجا فقط لکچر یک رو دارید ببینید چون یه قسمت اینجا گذاشته شده، ولی همینطور لکچر یک دو سه اضافه میشه. اگه برید داخلش میتونید ببینید چه کدهایی اینجا وجود داره. همینطور یه توضیح من اینجا خیلی سریع نوشتم که اگر شما دوست ندارید پایتون 3 رو در واقع یا هر دیپندنسی دیگه رو سیستمتون نصب کنید میتونید از داکر استفاده کنید. بعد بهتون گفتم که بیاین این پروژه رو دانلود کنید، یعنی پروژه رو در واقع دانلود میکنید یه جا چیز یه جا عرض به حضورتون که اکسترکت میکنید، یا اگه میدونید گیت چیه میتونید گیت کلون بزنید، اگه نه همینجوری دانلود زیپ رو بزنید و باز کنید همون معنی رو میده. بعد یه بار میزنید داکر بیلد براتون ایمیج بیلد میشه و بعد از اون در واقع هر فایل رو که خواستین اجرا کنین با این کامند میتونید اجراش کنید و فایل براتون اجرا میشه. این یه مقدمه طولانی بود برای اینکه به شما کمک کنه که محیط استفاده از در واقع پایتون رو برای سیستمتون فراهم کنید. اگه نمیدونید بازم تکرار میکنم، پیشنهاد من به شما اینه که بخش داکر رو فراموش کنید، برید پایتون رو به سیستم معمول روی ویندوزتون که احتمال زیاد ماشینتون ویندوز نصب کنید، پیپ رو روی سیستمتون نصب کنید به روشی که گفتم و اینجا بهتون نشون داده، بعد آماده باشید که توی قسمت‌های بعدی بریم سراغ این لایبرری که اینجا معرفی کردم بهتون به اسم OpenPyXL و ببینیم که چجوری با استفاده از این لایبرری میتونیم پایتون رو و اکسل رو با هم ترکیب کنیم و تقریبا هر کاری که دلمون میخواد انجام بدیم.